بیننده های عزیز، عرض سلام و احترام به شما دارم. خوشحال هستیم که ما و همکار عزیزم آقای انجینیر شریفی امروز 26 دسامبر 2016 از شهر هامبورگ جرمنی با ارائه برنامه پنجره اروپا از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در خدمت شما قرار داریم. دوستای عزیز، در برنامه امشب مهمانان عزیز هم در استودیو و از طریق اسکایپ داریم که مطالب برنامه را خواستیم که با مهمانای عزیز ما در میان بگذاریم و نظریاتشان داشته باشیم. ابتدا مراتب تسلیت عمیق خود و همه افغانای عزیز نسبت حوادث ناگواری که در آلمان به وقوع پیوست و در داخل افغانستان و سقوط تیاری روسی ابراز کنم. واقعا پیام های زیاد مواصلت کرده و تعداد زیاد از افغان ها نسبت به حادثه المناکی که در بازارچه کریسمس شهر برلین جرمنی به وقوع پیوست ابراز تسلیت و همدردی و غمشریکی کردن. به عنوان مثال، ما از جرگه افغان های هامبورگ در شهر اروپا، در شهر هامبورگ، از جناب آقای دکتر صافی صاحب مطلب بر ما رسیده که میخوانم. از جرگه افغان های هامبورگ می نگارند که جرگه افغان های هامبورگ اقدام تروریستی دوشنبه مورخ 19/12/2016 را در یک بازار کریسمس در شهر برلین آلمان که در آن 12 تن کشته و 48 تن مجروح گردید به شدت تقبیح و محکوم می نماید و خود را در این غم بزرگ شریک می دانند. روح قربانی های این عمل وحشتناک تروریستی شاد و به مجروحان این حادثه المناک شفای عاجل آرزو می نماییم. بار دیگر اعلام می داریم که تروریسم سرحد ندارد و در مقابل این پدیده شوم باید مبارزه راستین و مشترک جهانی صورت گیرد. ما عقیده راسخ داریم که کشورها و سازمانهایی که این اعمال را انجام می دهد باید با مساعی مشترک جامعه بین‌المللی مهار شوند. نفرین ابدی به قتل و کشتار مردم بیگناه در سراسر جهان. بیننده های عزیز، ما با حوادث داخل افغانستان، حوادث هامبورگ هم خواهیم پرداخت. در استودیو ما جناب آقای محمود حقیقت، مشاور دفتر فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور ارتباط عامه با خود داریم که ابتدا ما تشریف آوری آقای حقیقت و پنجره اروپا خیر مقدم میگم. آقای حقیقت، بسیار خوش آمدید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و از تلویزیون پیام افغان و از محترم خطاب صاحب که زمینه را برای دور افغانای دور از وطن ساختن و تشکر میکنم. تشکر آقای خط. بسیار لطف کردین. بیننده های عزیز، ما دقایق بعد از طریق اسکایپ کارشناس مسائل سیاسی جناب آقای عزیز آریان فارم با خود خواهیم داشت. بیننده های عزیز، آنطوری که شما میدانین امروز 26 دسامبر مصادف است با 37 سال روز تهاجم قوای شوروی بر افغانستان. ما هدف ما از یادآوری این موضوع، خدای نخواسته، ایجاد تفرقه و نفاق نیست، بلکه به خاطر یک روز تاریخی، یک سند هست که در تاریخ افغانستان است، برای اینکه ما از گذشته ها بیاموزیم و با آینده های خوب متوسل شویم، خواستیم به این موضوع هم در آغاز برنامه بپردازیم. که ابتدا ما توجه شما را به یک ویدیویی که مربوط به حوادث سالهای مربوط میشه معطوف میدارم. بعد سوالات در زمینه از جناب آقای حقیقت و از جناب آقای عزیز آریان فر خواهیم داشت. لطفاً بیننده ما باشین. همچنان در خلال برنامه مطالب زیاد را که از شما دوستا بر ما هم رسیده، اگر وقت یاری کنه، نشر خواهیم کرد. توجه شما را به یک گزارش در زمینه معطوف می‌دارم.
ادوات و تجهیز و تربیت. اوی اردو در منطقه همسایه همون نمرا بیاد دارند. ما میدارم داخل تنگی. ایوب خان نیز یکی از کسانی است که میگوید نوز و خانواده‌اش از سوی نظامیان سپاه سرخ کشته شدند. خاطره هایش هم حکایت است از خاک و خون. بعض خریجات دیگه ما هم شهید داشتیم. سیاسر بود، پیرمردا بود، جوانا بود. با بیرون شدن سپاه سرخ از افغانستان مردم بدین باور بودند که صلح و ثبات به کشور باز میگردد و همه جا آرامشش را باز مییابد. اکنون که دو نیم دهه از آن رویداد میگذرد، هنوز ناامنی ها، خشونت ها و فقر و بیکاری دامنگیر کشور هستند. هنوز صلح همان رویایی است که در دوران جهاد بود. او جنگ ها تمامش جنگ های بیرونی بود که سر مردم افغانستان تحمیل شد و ما حتی دو سال پیش از سقوط حکومت دکتر نجیب می فهمیدیم، از نوشتها می فهمیده بودیم، از بعضی راپورها فهمیده بودیم، از اظهارات یک تعداد مردم فهمیده بودیم که اینمی قسم چیزها یو جور جاله اتوار سیجی نو اغا زمینه چه ورته برابر کلی و پر افغانستان تجاوز وکی او ده دی تجاوز اولین قربانی هم افغانان و د رژیم سربازان و کم رژیم چې د ارګ او ریاست جمهوریت دفتر و ته پی تجبیک ته انتقال کړی و 2500 نفر د افین افزلامین د ګارد د روسانو د بیرحمانه حمله په نتیجه کې افغانی مقاومت سره وکی تر هغه چې غمړس ول ویني تویسولې اولین قربانیان د روسانو د تجاوز دا فیض الله امین گارد دی زه فیض الله امین او دا اغه زمانه سربازان کلی چې د روسانو د تجاوز پر ضد دریدلی دی د افغانستان د روسانو پر ضد د جهاد لومړي شهیدان بوله او The KGB even imagined Armin might be a CIA agent. Если говорить об Андропове, то он Андропов, the head of the KGB, became very concerned about Armin flirting with the Americans. Andropov felt that if we didn't introduce Soviet troops, Armin would claim that Moscow hadn't fulfilled its obligations. He would then turn to the Americans for help, and they would put their own troops in. In Moscow, the arguments were mounting in favor of using an invasion to remove Armin. In the past, Soviet military action to topple troublesome foreign leaders had worked in Hungary and Czechoslovakia. In Europe, the nuclear arms race was gathering speed. NATO wanted to counter the Soviet Union's mobile missiles. On December the 12th, 1979, the West announced it would deploy hundreds of cruise missiles in response. Moscow now felt it had little to lose internationally by intervening in Afghanistan with troops. That evening, the Politburo held an emergency meeting. Our major concern was the security of the southern borders of the Soviet Union. We also feared the spread of Islamic fundamentalism into Afghanistan from Iran. I said that military intervention in Afghanistan would be very difficult for our army. It would not necessarily lead to success. One only has to consider the conditions in Afghanistan, its geography, its history, and especially the independent nature of the Afghans. We also felt that if we didn't go into Afghanistan, then some other countries would. The intervention of these states could destabilize the situation on the Soviet-Afghan border and in the region as a whole. The Politburo took its fateful decision. By December 25th, 1979, tens of thousands of men in tanks and trucks started to trundle across the border. Moscow hoped they could complete their mission within weeks.
The old royal palace on the edge of Kabul was Prime Minister Amin's favorite residence. KGB special forces stormed the building. Amin tried to hide, but they shot him dead. Moscow replaced Amin with a more manageable leader, Babrak Karmal. Since the Cold War started, the Soviet Union had never invaded a country beyond the borders of the Warsaw Pact. Now, در اون وقت هم کشور نیرومند نبودیم. لیکن جنگ را تیر نکرده بودیم از سر. فکر میکنیم که ما بسیار قوی هستیم. بر حماسه ها، افسانه ها و روایات خود تکیه میکنیم. وقتی که حوادث اینجا بالا گرفت و مداخلات بین المللی وسط پیدا شد، ما فهمیدیم که ما مثل توپ در دست دیگرها هستیم. خب آقای اخیخط، شما گزارش دیدین، میبینین که دیدگاه ها متفاوت است. شرایط قسم اومد در افغانستان که دیدگاه ها حتی به نسل ها بسیار فرق میکنه و نظریات مختلف دیدین. شما من ایسه کسی که در دفتر ریاست جمهوری کار میکنین، پرسش اول ما از شما ایست که دیدگاه دولت در موقف در مورد امی حادثه و حوادثی که مربوط به تجاوز در کشور میشه چی هست؟ اصلا تجاوز روس در افغانستان یک روزی بود که تاریخ جانی را تقبیه کرد و مردم در هر جان در هر جایی که نظر اندازی به وجوی ممالک میشد انتباه خوب از روزی ندارن و اصلا خود روس هم نتایج جنگ دیدن، نه اینکه به میلیون ها نفر در افغانستان خون ریختن و وطن به خون خاشاک رفتن و درست است به هر صورت، اما نتایجشان خود روس ها دیدن. ما مشابه وقت و زمان هستیم که و اصلا خوب درست است این موضوعات خو یک اشتباهی خاص بود که خود روس هم درک کردن این موضوع رو که ما باید امی کار خوب با شرایط که داشتن باید نمی کردن. اما با تاسف که باید این موضوعات باید فراموش می شدن. اگر ما شما فکر کنیم در این وقتا پس روسا دست خود به دامن افغانستان انداخته، اشتباهاتی که ما میخواستیم که ایران باید فراموش کنه ولی متاسفانه نیست. منظور شما از مذاکرات آخر با طالب است؟ بله. و اینطور است که الان این موضوع به افغانستان فعلا در چند روز این موضوع آشکار شد که روسا با طالبا با مخالفین دولت دست دارن، اما نه، این تقریبا 4 سال پیش این موضوعات بود. بله. 4 سال پیش روسا هم رایزنا دست داشتن و اسلحه و پول ترقی از طرف ایران برای از اونا داده میشدن و در این روزا ما فهمیدیم خود روسا گپای خود چیز کردن، حتی سفیر روس در افغانستان گفتن که ما در این موارد ما بتفاوت نمیمانیم، در این موارد ما میخواستیم که یک صلح بین روس و بین افغان ها و طالب، ولی موضوع به روسا به اصطلاح هیچ ارتباطی نداره. موضوع کار افغان است، افغان با افغان باید صلح آوردن، صلح باید خودشان صلح بیاره نه توسط ممالک دیگه. علی یک طرف ما پاکستان است که یک طرف صلح را گرفتن است. البته صلح در صورتی که ما میخواهیم افغانستان صلح بیاره، اما طالب زیر دستی بیرین. آقای قد سر مسئله صلح برمیگردیم به شما، میاییم به او میرسیم. بیاین که آقای آریانفر هم در بحث شامل کنیم. آقای عزیز آریانفر بیننده عزیز کارشناس مسائل سیاسی است. اینا یک تعداد زیاد از آثار را که مربوط به افغانستان میشه در سالهای مختلف اینا از زبان روسی برگردان کردن به زبان دری که آشنایی بسیار مطلق با حوادث منطقه داره. ما آقای آریانفر از طریق اسکایپ با خود داریم. آقای آریانفر بسیار خوش آمدین به برنامه ما.
با درود خدمت شما میمان عزیز و همچنان بینندگان گرامی. تشکر. آقای آریانفر، شما ویدیویی را که ما پخش کردیم شاید هم دیده باشین. میخوام از شما بپرسم که عوامل تجاوز شوروی را بر افغانستان از نظر شما، که بسیار آثار نه تنهایی که شما برگردان کردین بلکه خودتان هم یک مؤلف هستین، اگر برچینین بگوین خلاصه بسازین. ببینین، بحثی است که مسئله حضور نیروهای شوروی پیشین در افغانستان یا با قول لشکرکشی نیروهای شوروی پیشین و بازیابی دیگر اشغال خاک افغانستان از طرف نیروهای ارتش سر، این باید از زوایا و مواضع و دیدگاه مختلف باید بررسی شود. یکی دیدگاه از نظر تاریخ دیپلماسی است که آنچه که به نام بازی بزرگ به قول رادیارد کپلر شاعر بزرگ انگلیسی در سده 19 برا افتاد و یک نوع رقابت و کشاکش بسیار بزرگ در عرصه های مختلف بین دو ابرقدرت وقت، یعنی روسیه تزاری و دولت انگلیس وقت یا بریتانیای کبیر رخ داد، یعنی بعد از اینکه انگلیسی ها در خاک هندوستان استقرار پیدا کردند، در اندیشه حفظ و پاسداری و حفاظت از مرزهای هندوستان افتیدند و همچنان وقتی که همزمان با او سر از سده 18 هم، یعنی بعد از لشکرکشی معروف پتر کبیر در 1722 به طرف قفقاز، نیروهای روسی تزاری هم به طرف بیابانها و دشتهای آسیای میانه پیش آمدند و بالاخره دو قدرت بزرگ جهانی از دو طرف به طرف سرزمین ما نزدیک شدند و در نتیجه بالاخره به یک نتیجه رسیدند که اگر قرار باشه که هر دو بر قدرت پیشروی بکنند، یعنی یکی درایف به طرف آبهای گرم از طرف نیروهای روسی تزاری و از طرف دیگر درایف انگلیس ها به طرف آسیای میانه، ممکن است که منافع دو ابرقدرت بالاخره به یک نقطه بسیار گریگاه خطرناک برسه و ممکن است که باعث رویارویی ها شود. بالاخره اینا تصمیم گرفتند که یک منطقه بوفر یا آیله با وجود بیارن که بعدا کشور بنام افغانستان در اثر همین تفاهم به وجود آمد و مرزهای از این تحت در قراردادهای مختلفه که به امضا رسید، که آخرین از او احتمالا معاهده کنوانسیون کابل که نادرست در کشور ما به نام معاهده دیورن معروف شده، مرزهای افغانستان بالاخره در زمان امیر عبدالرحمن خان به گونه نهایی تثبیت شد و کشور ما به وجود آمد. ولی ببینید در طول سده 19 هم انگلیسی ها دو بار کشور ما را اشغال کردند و یک بار دیگه هم جنگ تا مرحله لشکرکشی به افغانستان پیش رفت در جنگ نامه ها در استقلال که بالاخره بر گونه که بود کار به صلح و انعقاد پیمان صلح انجامید. در این راستا هم میشه که لشکرکشی نیروهای اتحاد شوروی سابق در افغانستان ارزیابی کرد و حضور فعلی امریکا و انگلیس و ناتو هم در افغانستان در واقع اونمو ادامه فاروارد پالیسی قدیمی انگلیس به طرف آسیای میانه است، که در هر صورت در هر باره که یکی از ابرقدرت ها در خاک ما لشکرکشی کرده، در واقع اونمو استاتوس اولیه که هر دوی از اینا رویش به توافق رسیده بودن، یعنی وضعیت بی‌طرفی افغانستان و ناحیه بوفر یا زون بوفر یا آیل برهم خورد و نقض شد. خب آنچه به لشکرکشی اتحاد شوروی سابق در افغانستان میگردد، تا جایی که بنده در آثار مختلف مطالعه کردیم و با بزرگترین کارشناس های مسائل منطقه‌ای و افغانستان چه در اروپا و چه در امریکا و چه در شوروی سابق و ایران و بعضی کشورهای دیگه هم رایشان از نزدیک صحبت کردیم، دلایل و عوامل مختلف دارد. خب یکی از دلایل ایست که در افغانستان به هر حال در زمانی که یک نوع توازن و تعادل در بین نیروهای شرق و غرب در سالهای دهه 70 برقرار شده بود، ببخشید صدای مرا داریم؟ بله داریم کاملا. بله، این تعادل و توازن در اثر کشف خواستگاه های و یا گنجینه های نفت در کشورهای عربی برهم خورد، به این معنی که یک سرمایه بسیار عظیم در اختیار کشورهای عربی قرار گرفت و بعضی از کشورها در غرب بران شدند که با دامن زدن و چیزی که بعدا به نام بنیادگرایی یا فوندمنتالیسم اسلامی نام گرفت در پاکستان و از محور پاکستان به طرف افغانستان به طرف آسیای میانه یک فارورد پالیسی که
بعد از جنگ دوم جهانی و حتی پیشتر از بعد از جنگ اول جهانی آدم میتونه بگه که یک نوع منجمد شده بود، این دوباره سر از نو زنده ساختن و در واقع اما جنی را که در داخل چراغ علایالدین بود این دوباره رها ساختن و این یک خطر بسیار بزرگ متوجه شوروی وقت داشت و شوروی به خاطر عملیات پیشگیرانه ناگزیر شد که در افغانستان در قدم اول کودتای داوودخان را برای اندازه که در کودتای داوودخان روسا دست مستقیم داشتن و داوودخان تو فکر میکرد که ظاهرا کودتا را ما کردیم ولی در واقع طرح کودتا در مسکو ریخته شده بود، ولی شوروی ها در اون موقع که بود از چند مجرا در داخل افغانستان فعال بودند که یکی از اونها از طریق کاجیبی بود که کاجیبی بیشتر در سازمان اطلاعات افغانستان یا مسئولیت ملی وقت و وزارت داخلی افغانستان یا پلیس افغانستان نفوذ داشت و برق یک سازمان دیگه که به نام جیر او یا سازمان استخبارات نظامی یاد میشه که خود روسا او را گیر او میگن در بخش نیروهای مسلح افغانستان فعالیت داشتن و روسا به خاطر از اینکه یک نوع نفوذ پیشگیرانه در داخل افغانستان داشته باشن تا افغانستان به دست نیروهای هوادار غرب یا بیشتر بگویم هوادار کشورهای عربی نفته اینا در واقع پیش از پیش یک نوع آمادگی ها در داخل ارتش افغانستان داشتن، ولی برخلاف تصور شوروی ها طوری که جنرال صاحب نظیر کبیرسراج مرحوم هم در کتاب خود نوشته کرده و من خود ما از زبان بسیار از کارشناس های مختلف ساختیم قطعا به صورت قطعی در کودتای 7 سور دست داشتن، چرا که نظر به گفته جنرال صاحب نظیر کبیرسراج داوودخان تقریبا 3 ماه پیش از کودتا تمام کارشناس های روسی را از فرودگاه از پایگاه هوایی باگرام و بعضی نیروهای مسلح افغانستان بیرون کرده بود کارشناسان روسی را، فقط یک تعداد مکانیک ها و تکنیسیان هایی که به خاطر ترمیم هواپیماها و هلیکوپترها و تانک ها بود در اردوی افغانستان حضور داشتند. یعنی کودتای 7 سور در واقع به ابتکار شخص حفیظ الله امین و به همکاری بعضی از صاحب منصب های تندرو خلقی که اینا از موضع‌گیری داوودخان در قبال مسئله پشتونستان و نزدیک شدن به پاکستان بعد از مذاکراتی که داوودخان با شاه ایران و شاه عربستان و همچنان سفری که در پاکستان داشت و به دعوت بوتو از این ناراضی بودند اینا ای کوتا را برای انداختن، ولی در برحال حوادث در گام های بعدی پیش آمد که رژیمی که در کابل در اثر کوتا روی کار شده بود این رژیم با خطر سقوط مواجه بود، مخصوصا در زمان حفیظ الله امین که حفیظ الله امین هم نیروهای وفادار به ببرک کارمل از داخل حزب دولت تصفیه کرده بود و همچنان نیروهای وفادار به ترکیر سرکوب کرده بود و در گام نخست و در آخرها هم خود ترکیر در واقع کشت و رژیم از این کاملا در آستانه سقوط بود و شوروی ها بسیار حراس داشتند که اگر نیروهای تندرو اسلامگرایی که در پاکستان به حمایت کشورهای عربی و آمریکا و انگلیس در اینجا اینا پایگاه گرفته بودن اینا اگر با قدرت برسند خطر بسیار بزرگ متوجه آسیای میانه میسازند. بنابراین شوروی ها در صدد از این بودند که در افغانستان حضور نظامی پیدا کنند. پیش از اینکه آقای آریان فر پیدا کنند اینا پیش بین این موضوع بودند و در دوره ترکی را در یک دعوت خاص در مسکو خواستند و یک نوعی از قرارداد همکاری های استراتژیک با ترکی امضا کردند که در او خلبت به نام استراتژیک یاد نمیشد، قرارداد دفاعی یاد میشد، همکاری های دفاعی و بعدا بر اساس اسناد و مدارکی که چی در از طرف سازمان های استخباراتی آلمان چاپ شده و در دسترس قرار داده و همچنان در سیویس و همچنان در خود شوروی پیشین بارها ترکی و امین تای گفتگوهای تلفنی و همچنان حضوری از شوروی وقت تقاضا کرده بودند که اینا نیروهای خود بر افغانستان البته به شکل محدود به خاطر جلوگیری از سقوط رژیم دعوت کنند، ولی شوروی ها باریکی موضوع را متوجه بودند و حاضر به این کار نمیشدند، ولی بالاخره طبعا مسائل دیگه هم بود، مثلا شوروی ها بسیار کوشش داشتند که میفهمیدند که حزب دموکراتیک خلق آمادگی دولتداری را نداره و بنابراین یکی از برنامه های ازنایی بود که به یک ترتیب نور احمد اعتمادی را که یک زمان در مسکو سفیر بود و روسا او را به عنوان یک مهره بی‌طرف و مورد اعتماد قبول داشتند میخواستند که این را ترکی را برکنار کنند و این را روی کار کنند، ولی در مراحل بعدی وقتی که امین به قدرت رسید از این برنامه خبر شد، شوروی ها در او وقت یک دیپلمات بسیار ورزیده خود که در سازمان ملل کار میکرد به نام وسیل سافرونچوک ایرا و
و یک ماموریت ویژه به افغانستان فرستادند که زمینی روی کار آمدن نوراحمد اعتمادی را در رأس یک دولت بی‌طرف در افغانستان، یک دولت فراگیر ملی فراهم بسازند. ولی امین از هر چینل که بود از این راز آگاهی پیدا کرد و با کشتن نوراحمد اعتمادی در زندان جلوی برنامه های روسا را گرفت. در مراحل بعدی بعد از اینکه ترکی کشته شد، پیش از او روسا تقریبا دو بار اقدام کردند که امین ترور کنند. یک بار در زمانی که ترکی از سفر که به هاوانا داشت و از راه مسکو و کابل بازگشت، میخواستند که در راه فرودگاه کابل امین ترور کنند، موفق شدند. و بار دوم در زمانی که مناسبات ترکی و امین بسیار تیره شده بود، با میانجیگری سفیر وقت شوروی الکساندر میخایلویچ پوزانوف، امین به ارگ ریاست جمهوری دعوت شد و در اینجا یک مامور کاجیبی مامور بود که ماموریت داشت که امین ترور کنه، که در اثر دفاعی که سید داود تلوند بادیگارد خاص که در اونجا به اصطلاح سریاور ترکی بود و از هوادارهای بسیار سرسخت امین، جلو ترور امین گرفته شد و بعدا ترکی توسط امین از تمام کرسی های دولتی خلاص شد و به قتل رسید. تشکر آقای آریانفر. اجازه بتین شما من ایسه یک مؤلف و کسی که آثار زیاد را از نویسنده های بزرگ روسی ترجمه کردین به زبان دری، میتونین مشخص تر صحبت کنین که چه موارد را بله. خود مشاورین دقیقا ما سرمی رسیدیم. بله. یعنی امین بارها بعد از اینکه به قدرت رسید از شورای پیشین درخواست و تقاضای کمک نظامی کرد که در این زمینه اسناد و مدارک زیاد از منابع مختلف شرقی و غربی در دست است. و شوروی ها پیش از اینکه امین سقوط کند، چندین ماه پیش از او، تعداد از نیروهای ویژه چترباز و کماندوی خود در پایگاه هوایی بگرام مستقر ساخته بودند و حتی گفته میشه که ببرک کارمل هم تقریبا یک ماه پیش از اینکه امین سرنگون شود در لباس کماندویی ویژه و چهره مخفی وارد پایگاه هوایی بگرام ساخته بودند. یعنی تمام مقدمات فراهم شده بود که شوروی ها امین سرنگون کنند و در جای از او ببرک کارمل را بیارند. ولی اشتباهی که روسا کردن این بود که امگام با عملیات کنار زدن امین و یک بگونه گسترده وارد افغانستان شدن، یعنی در واقع رئیس دولت را که خود از او تقاضا کرده بود از شوروی ها که اینا وارد افغانستان شوند، او را در قصر تپه تاجبه در عملیاتی که به نام 333 نامش گذاشته بودن و تحت فرماندهی جنرال ایوانوف سازماندهی شده بود که یکی از کارشناسان بسیار بزرگ شوروی سابق در عرصه استخبارات بود، امین اینو از بین بردن. البته دلایل مختلف یادآوری میشه که چرا شوروی ها لشکرکشی کردن بر افغانستان. در قدم اول جلوگیری از سقوط دولت امین یا دولت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان بود که اگر این دولت سرنگون میشد، در اونجا شوروی ها حراس داشتند که نیروهای حزب اسلامی با همکاری پاکستان و کشورهای عربی و آمریکا وارد افغانستان بشن و افغانستان رو به تختی خیز بسیار خطرناک به خاطر حمله به اصطلاح پیشروی و درایو و فوروارد پالیسی به طرف آسیای میانه مبدل می‌سازند. این یکی از دلایل بود. دلیل دیگه از این بود که کشورهای آسیای میانه در اون وقت به شدت سنتی بودن، هنوز در یک مرحله مشخص پیشرفت قرار نداشتن و حداقل شوروی ها به یک حضور دراز مدت 10 ساله در افغانستان نیاز داشتند به خاطر از اینکه اسلام از کشورهای آسیای میانه ریشه‌کن بسازند، در اونجا هزاران کیلومتر جاده قیر بسازند، صدها فابریکه بسازند و ده ها هزار از جوانان از در جمهوری های اروپایی شوروی آموزش بدن و همچنان پروژه های برقی سازی و همچنان ساختن بندهای برق و همچنان کشیدن لاین های برق و بعضی پروژه ها را در این کشورها، یعنی یک نوع وقایه بکنن کشورها را که اگر در صورت که افغانستان از دست شوروی ها میره دیگه زمینه درایو بعدی به طرف آسیای میانه از طرف نیروهای تندرو اسلامی به اسلام منتفی شد و خونسا شد. خب البته دلایل دیگه هم بود. یکی تشکر آقای آریان فر، اجازه بدین نظر به تئوری انقلاب جهانی بعد از جنگ دوم جهانی، البته یک تعداد کشورها به طرف اردوگاه سوسیالیستی پیوستند، ولی در دهه 60 و مخصوصا در دهه 70
این روند کاملا متوقف شده بود و روس‌ها به یک پیروزی ایدئولوژیکی هم نیاز داشتند. ولی خب به هر حال مشکل اساسی است که اگر روس‌ها در کشتن امین از شتاب کار نمی گرفتن و یک مقدار شکیبایی به خرج میدادن، شاید حضور نیروهای شوروی به اساس حفیظالله امین که به هر حال رئیس دولت افغانستان شمرده می شد و او افغانستان کل دنیا و امین رژیم با تمام مزایلی که بود صرف نظر از اینکه از راه کودتا رو این کار آمده بود به رسمیت شناخته بودن و خود امین دولت افغانستان در تمام جای سفارت داشت، کشورهای خارجی در به شمول ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای دیگر در افغانستان سفیر داشتن، دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل فعال بود و خود تمام دنیا برای پاسپورت های افغانی ویزه می دادن، نمایندگی های آقای در لندن و فرانکفورت و بعض شهرهای دیلی و کشورهای دیگر فعال بود. یعنی تشکر برمیگردیم به شما آقای آریان فر. بالاخره یعنی قدر جنجال برای نمیفتاد، ولی شوروی ها در اصل اشتباهی که کردن با ورود به افغانستان در امور روز اول حفیظالله امین از بین بردن و این یک شکل یک نوع اشغال گرفت و مرافع غرب و کشورهای عربی و چین و حتی ایران با خطر بسیار بزرگ تشکر روبرو ساخت و این ماجراها پیش اومد. تشکر آقای آریانفر. خب آقای حقیقت شما اظهارات آقای آریانفر را شنیدین. متاسفانه شرایط امطور واقعی شد. شما منعیس نماینده حکومت، مسئولیت حکومت و مردم در قبال همچون ناهماهنگی هایی که در کشور موجود است و سرنوشت بسیار پرنشیب و فراز تاریخی که افغانستان گذشتانده، مسئولیت حکومت در شرایط موجود چگونه میدانین؟ یا اگر بسیار واضح تر بگویم، نیروهای چپ در افغانستان شما موقعش تا کجا میدانین؟ چه اهمیت حکومت برشان قائل است؟ آیا همه مقصر هستند یا چگونه در دولت اینا مشارکت داشته باشند؟ میخوام از شما بشنوم. مهربانی. اصلا خبلا بعد ما خدرت عرض علمو که چه خبلا دا یو دا افغانستان دا پاره دلخراش کننده یو حدیثه و چه داس یو تاریخی حدیثه و چه اتا افغانانو فکر نکه و دیو داس حالاته چه روس به وقت رازی پر افغانستان بانی بامله که درست پر صورت بانی اوز فعلا خبلا افغانستان یعنی هغه انتبا چې د هغه وخت د خلکو په مغز کې دی دو خلک و دغه حالت زړه نه شه کوي چې بیا دې روسانو افغانستان ته راسي او یا دې د دا نظام د روسانو پر خوا باندې نږدې سي او یا د دوی د هغوی سره په توافق کې راسي یا د دوی سره په دوستۍ کې راسي. ځکه چې که موږ تاسې یو کوچنۍ خبرې ته نظر واچو، حزب یو ډېره یعنی په هر مملکت کې حزب وسته او عرض خلک لري عذاب، اما د یوازې و یوازې د خلق او د پرچم په وخت کې چې دا حزب بدنامه سوی دی افغانان هیڅ نه قبلوي اوس. حتی دا زموږ حکومت د وحدت ملي او یا خپله په افغانستان کې دغه حالتونه چې راغلي دي، انتخابات راغلي دي، زموږ لو خالیګا چې لور هغه موږ د حزب څخه لرو چې په مملکت کې حزب وجود نه لري، که پر یو محور باندې څوک نه سوی راټولېدلی، د دې څخه بالاخره و هر طرف ته قوم ته لاس غځول کېږي، قومي جنبه اخلي ده، اجتماعاتي او منطقوي جنبې اخلي، مذهبي جنبې اخلي، که یو شکل یو محدود شکل ولري پر حزب باندې راټول شي، د دې ټولو موجوده د روسانو رژیم چې افغانستان ته راغی او هغوی پر عذاب باندې تقسیم سوله، ځکه دا عذابو د خلکو په ډېر خلکو ته ډېر بد ذهنیت ورکوي. دغه قبلېدل اوس نه سوی کېدلی په دې خلکو کې. او خصوصا آقای حقیقت ببخشین، ببینین یک واقعیت تاریخی موجود است که نظر به اظهاراتی که آقای آریانفر داشتن و این تاریخ افغانستان است که همه ما شما می دانیم، افغانستان بیشتر وابسته به اتحاد شوروی سابق بود و زیادترین تحصیل کرده های افغانستان قشر چی در ساحات نظامی و چی در ساحات ملکی، تئاتر، سینما و اینا، همشان درسخوانده های اتحاد شوروی سابق بودن، اکثریت زیادشان بود. ولی سیستم وقتی که ناکام ماند یا ناکار آمد برآمد، سوال ما از شما، یک گوشی سوال ما از شما ای بود که موقف فعلی دولت
در برابر اعضای سابق حزب چی است؟ از اینا چه توقعات دارند؟ چگونه اینا را در مشارکت با دولت میپذیرند؟ اگر اینه که صراحت بدین. موضوع په دې ځای کې ده چې د افغانستان اولین حکومت چې جوړ شو د کرزي صاحب په وخت کې، په هغه وخت کې د غرب لاسو، د امریکایانو او د ناټو لاسو په افغانستان کې، د هغوی نظر دا و چې باید په افغانستان کې یو صلح راسي، په افغانستان کې یو ثبات راسي، په افغانستان کې ورورګلوي راسي، نه دا چې دوی پر احزابو باندې راسي، کم چا چې جرم کړی وي هغه باید و خپل محکمې ته داخل سي، ځکه چې مجاهدو هم دغه آلات راوستي. یقینا تعداد کسایی که جرم در افغانستان کردن، بله، مجاهدین فکر میکنم ترازیشان بالاتر میره. نو پدې دا اصلي وجه و چې خپل غربیانو هم دا نظر درلودی که په افغانستان کې بیرته موږ و دغه حالت ته راسو، نه چې دا قومونه بیا سره وجنګېږي لکه د جهاد په وخت کې. نو ځکه پر دې باندې ټولو باندې داسې یو حالت راغی چې ټوله باید فراموش سي، او ټوله باید په وروري کې سره ژوند وکړي، او دا ټوله باید هیر سي، ځکه چې نه داسې محکمه چا موجوده په افغانستان کې، نه داسې جرم موجوده په افغانستان کې. پس بالاخره اوس تر هغه دغه کتګوري لاندې دغه حالت مخته روان دی. بسیار خوب. خب آقای شریفی، شما یک آگاهی پخش میکنین، برمیگردیم به بیننده های عزیزم و سایر پرسش ها. ما یک آگاهی با بیننده های عزیز میبینیم، برمیگردیم به بیننده های عزیزم و پرسش هایشان شما و آقای آریان فر باز خواهیم گفت. خب داریم روی خط. خب بیننده های عزیز میداشته آقای آریان فر یک آگاهی پخش میکنیم، دوباره شما را میداشته باشیم با خود. خب یک بیننده را آقای شریفی میگن که بخواهیم داشته باشیم. بفرمایید، شما روی خط هستین. عرض سلام ادب خدمت جناب آقای آریان و مهمانان گرامیشان. سلام باشیم عزیز آریان فر و جناب آقای حقیقت. سلام باشیم و خدمت همکار گرامی شما آقای شریفی و هم عزیزان. بفرمایید. اکبر رفعت هستم از فرایبورگ. رفعت سر بسیار خوش آمدین. قربان شما. به صورت خلاصه با اظهار تشکر، سپاسگزاری و قدردانی از خود شما و هم همکاران گرامی شما و از عزیزان که دعوت میکنین، امشب ما خیلی خوب شنیدیم، خوب آموختیم. ناگفته هایی که سالها بعضا کتمان میکردن، بسیار حقیقت ها را از زبان هر دو تا میمان عزیز گرامی شما شما سوال مشخص هم دارین آقای رفعتی؟ آخر بله، کدام سوال خودتان هم دارین؟ به صورت خاص نیست، خود ما در حال آموزش هستی، میبینیم سخت است که سوال کنم چون سیاست کارم نیست، اما خیلی خیلی از خود شما و میمانان گرامی شما بسیار زیاد تشکر آقای رفعت، بسیار زیاد لطف کردین، زنگ زدین. خب بفرمایید شما آقایتان پاش کنید. مژده و مشتریان گرامی، شرکت مواد غذایی بابری وارد کننده برنج های فامیلی و المنصور با ابتکار جدید یعنی خرید انترنتی، ذریعه خدمات انترنتی در سراسر آلمان و اروپا در عرصه وقت و قیمت های نازل در خدمت شما. لطفاً توجه فرمایید، ابتدا به وبسایت مراجعه کنید. در شاپ تمام اجناس مورد ضرورت در کاتگوری های مختلف مانند چای، برنج، مسالجات و غیره تنظیم گردیده که با کلیک روی اریک آن به کاتگوری های مربوطه هدایت می شود. بعداً اجناس مورد ضرورت را یکی پی دیگر در سبد خریداری یا وارن کوب گذاشته با تادیه به قوس پول به کسر مراجعه کنید. شما می توانید پول را از طریق بانک و یا از طریق پیپال تادیه نمایید. قیمت ارسال اجناس به اساس وزن تنظیم گردیده است. لیست مکمل را لطفاً در چاپ مشاهده فرمایید. به گونه مثال یک قوطی چای، یک پاکت ناقل، یک پاکت لوبیا و 6 پاکت مساله، قیمت ترانسپورت آن در آلمان فقط 3.90 ایرو. مشتریان ارجمند، اگر شما بالاتر از 40 ایرو به طور پرچون خریداری نمایید، ارسال اجناس در آلمان برای شما رایگان می باشد. برای خرید به طور عمده لطفاً با ما در تماس شوید. سفارش از شما، ارسال از ما.
ما یک بیننده روی خط داریم این دوید. کمی بلندتر صحبت کنید یا استشان جک وقت اگه یک کمی بلندتر صحبت کنید. تشکر این زبان نمیدنم در تلفونی ما خو درست است بله بفرمایید بله میتونید پشتو صحبت کنید ولی کمی بلندتر بفرمایید سا خوش آمدین صدایتون حال بلند شد صدایتون بلند شد تشکر اصلا خبر داشته چی در افغانستان مثلا در ورور سفه چناسی پر دیبانی خبری و قضاوت کهی در ایو خبر میواره دل هیچ کلن هیچ جامعه پننانی عصر که پا وسنی زمان که هیچ حکومت دل هیو حزب درلودل سفه دو حزب درلودل سفه در قویه عذاب و درلودل سفه حکومت پا هیچ صورت بانی کار در خلق در پاره نسی کواله او د دې علت دا نه دی چې دلته احزاب به نه وي خلق به نه وي شخصیتونه به نه وي او د دې توانایي به ونه لري په مجموع کې د جهان پالیسي داسې ده چې افغانان نه پرېږدي چې د یو قوي حزب د یو ښه حزب د خلکو سره د کومکو د رسانۍ یو ښه نیرومن د حزب جوړ شي همیشه دوی په ټوټو باندې سره ویشي او دغسې دوست وویل هر کله چې حکومت ضعیفه شي هر کله چې حکومت په فساد ولرل شي او خلک په حکومت کې خپل د ژوند بقا او خپل مسؤلیت ونه ویني نو خلک مجبور دي او احزاب نه وي نو هغه قوم ته ژبې ته محل ته منطقې ته فنا وړي د خپلې حفاظت بلکل هغه د کمونی اولیه شکل باندې د جامع او ټولنه هغه مرحله نیسي چې هر یو د خپل ځان د حفاظت لپاره په یو پوښ ځان ننباس تشکر محترم اجازه بدین ما دیگه بیننده ها هم داشته باشیم سوال شما یک چند سوال یادداشت کنین آقای خط اگر کوتاه بفرمایید بفرمایید سب یو جرمنه نستاسی سخه درستی په یو شکل باندې د استاسی سوال چې تاسو ماته کوي تقریبا ما دغه استفاده کوي چې په افغانستان کې خلق و دغت اوس اماده نه دي متاسفانه دا د جهان یو طرف ته خپل خلګم یو بد انتباه دې څخه لري او دا هم در سره منمه ځکه چې ما و دا خبره وکړله تر څو چې په مملکت کې یو محوري مرکزی نظام مفکوروي نه وي هغه باندې د خلکو ټولېدل ډیر مشکل دی نو ځکه چې دا یو لو غټه خالیګاه ده چې په افغانستان کې حزب نه جوړیږي او یا د افغانستان خلک ښه انتباه نه ورسره لري او یا د دې څخه د دې مقابلې ډېر ظلمونه لیدلي دي مهربانی ما متاسفانه قدر وقت نداریم که دیسکسیون بتانیم دیسکسیون رو نگاه کنه میبیننده عزیز نظرشان شما گرفتین جواب آن برشان دادین و آقای آریان فرام داریم روی خط قبل از اینکه ما سوال بعدی خود از آقای آریان فر بپرسم اجازه بتین که یکی دو بیننده را داشته باشیم شاید اونا سوالات نوی داشته باشن بفرمایین شما روی خط هستین بفرمایین خب آقای آریان فر من یک خواهش از شما دارم بفرمایید شما که نام خدا آدم بسیار پرکار هستین مؤلف هستین مترجم خوب هستین اگر به سوالات یک مقدار کوتاه‌تر پاسخ بدین من شما خوش میشم بسیار خوب خب میخوام از در رابطه با موضوعی که آقای حقیقت مطرح کردن سوال ما کردم ایشان جواب دادن که از مداخلات موجود روسیه در افغانستان و حمایت از اونا از طالبان در این موارد شما چی نظر دارین اگر مختصر را بکنید؟ خب ببینید روسیه یک ابرقدرت است یعنی هم ابرقدرت نظامی است که هم پایه ایالات متحده آمریکا است از نگاه سلاح‌های راهبردی و همچنان فراموش نکنیم که بزرگترین کشور جهان است و همچنان بزرگترین ذخایر و منابع طبیعی دنیا را دارد یعنی یک کشور است که گرچه از پایگاه ابرقدرتی اتحاد شوروی پیشین برخوردار نیست ولی به هر حال یک کشور است که در جهان امروز مطرح است و طبعا منافع مشخص در افغانستان داره و درس های هم از حوادث و رویدادهای خونین سالهای دهه 80 از افغانستان آموخته منافع روسیه در ایست که به شدت از امنیت کشورهای آسیای مرکزی که
در گستره امنیتی روسیه و در محیط مرافع روسیه هست هراس دارن و مخصوصا از این هراس دارن که مبادا افغانستان به یک تخت پرش و تخت خیز و یک پایگاه صدور اکستریمیزم یا تندروی اسلامی و بنیادگرایی اسلامی و همچنان پایگاه صدور تروریسم از طرف کشورهای دیگه که با روسیه مخاصم حساب میشن مبدل نشه. به این خاطر یعنی به این معنا نیست که روسیه از افغانستان کاملا پای خود را بیرون کشیده باشه و در حوادث زی دخل نباشه. ولی از طرف دیگه شما یک چیز میخوایم خدمت شما عرض کنم که با تاسف سوگ مندانه و درد مندانه نه تنها روسیه بلکه تمام کشورهای جهان نگاهشان به افغانستان با توجه به اینکه ما متاسفانه با به هدر دادن فرصت ها و عدم استفاده از فرصت ها در دوره آقای کرزی نتانستیم که در راستای خودسازی و دولتسازی و ملتسازی گام های بایسته را برداریم، نگاهشان به تمام گروه های درگی در افغانستان به عنوان گروه های متخاصم افغانی است. یعنی دولت و اپوزیسیون و تمام گروه ها را اینا در به یک نگاه میبینند و از این خاطر نه تنها روسیه و ایران بلکه تمام کشورهای زی دخل در مسائل افغانستان نه تنها با دولت افغانستان تعامل دارن و این دولت به رسمیت شناختن و در کابل سفارت ها دارن و کشور ما هم در اونجا سفارت دارن، بلکه با گروه های مخالف از جمله طالبا هم اینا در تعامل هستند. به عنوان مثال بارها ما شنیدیم که ایالات متحده آمریکا و انگلستان با طالبا در مذاکره بوده، چی در داخل افغانستان و تشکر داخل آقای آریان فر تشکر کشورهای دیگه مانند کشورهای عربی و پاکستان و ترکیه هم با طالبا اجازه بدین همین صحبت ها که سفارت های در این کشورها و اختیار طالبان ماندن و دولت افغانستان بارها از این کشورها تقاضا کرده و خواهش کرده و سفرهای کردن در سطح رئیس جمهور و وزیر خارجه و دیگر مقامات و از اینا، یعنی حتی با اجازه بدین امی سوال از آقای حقیقت که اینا در مشاور امور عامه ریاست جمهوری هستن در پروسه صلح کار میکنن، بله یک کمی از شما بشنویم که در مورد اظهاراتی که آقای آریان فر کردن پروسه صلح با طالبا، شما یک هفته قبل شما در قندهار تشریف داشتین، بله چشم دید شما را بشنوم اظهاراتی که آقای آریان فر گفتن، دولت چه پلان هایی دارد؟ اصلا که پروسل هم یعنی خبری او که زفیلا در یه وفته مخ که فکر کنم لست روز به دیه موضوع سه یه وفته به دیه موضوع سه کیره پا قندار که دیر غط جلسه در سولی در پار جور سوی و تقریبا چلور پینزه زر نفر اشتراک پکش کردی و در شپارس ولایت و چخواتا در بامیان و چخم نمایندگان را غیلی و در دای کندی ولایت چخه در ایرات چخه در زیز دا شپارس ولایتو موضوع داسته چې خپل ولس غواړي چې دا ابتکار په لاس کې واخلي، ځکه چې دولت د کرزي صاحب د حکومت په وخت کې له کاریان صاحب آریان فر صاحب چې ویل ډیر ضعیف و په د سولې په پروګرام کې سوله صرف په نامه باندې راتلله او بعضې اقتصادي موضوعات چې د بعضې ممالک خصوصا جاپان ډیر کومک کوه د سولې په حیثه کې دوی پنامه باندې د شورای علی سوله یو برای نام یو شی جوړ کړی، صرف یو ادرس د سولې نور کوم شی نو برغه باندې بیا نو د سولې پروګرام ډیر ضعیف روانو، اما اوس فکر کوم چې د سولې د پاره بعضی اساسات جوړ شوی دي، بعضی اصول جوړ شوی دي، خپل په دولت کې جوړ شوی دي او خپل خلګه مواړي ملت غواړي چې د سولې سره لاس یو کې په هر ځای کې د سولې پروګرامونه دي، د سولې لاس اسا بعضې نمایندگان خپله د قندار په موضوع کې تعود پر دې باندې اوسو چې خپله د شپاړس ولایتو د خوا څخه به څو نفره یو ځای کېږي، دا به د طالبانو سره خبرې کوي او طالبان به دې ته واداره کوي چې دوی پر یو شکل اوربند باندې دوی ولاړ شي چې د اوربان تعهد راول بابین سره بیا د خپل خبري سره وکي. دا موضوعات په ډیر ښه شکل باندې وستایل سول، داسې یو حالت چې مثلا په قندار کې د قندار کومندان د امنیه چې اوس فعلا خپل د درې څلور ولایت د امنیت د تر لاسه یې په قندار تقریبا تر نور ولایت او امنیت مو په دغه وخت کې شدي، دا نفر همیشه په څلور ساعت په جنگ کې ولاړ دي،
دی خپل شواهد پر دغه چې پر سټیج ودرېږي نور جنگ نه کوم. دا لو خبره ده چې د دې چا په مغز کې دا ورکړی سي چې زه نور جنگ نه کوم، په دغه صورت باندې که طالبان و دغه ته حاضر سي چې زموږ سره په یو توافق باندې ورسېږي، دا خلک دې ورسې دوی سره دې خبرې کړي، دا خلک چې ما ته وایي چې جنگ زه نه کوم دا جنگ، اما طالبان هم باید و دغه اصل ته باید شکر. یعنی دا صرف د جنگي امورات څخه د جنگي خلکو څخه چې دا خبرې پورته کېږي ملت ټول و دې خبرو ته آماده دي، شرایط هم تقریبا دغه تقاضا کوي داسې. خب بسیار خوب، بحث ادامه میتیم. اجازه بتین چند بیننده هم روی خط داشته باشه، بیننده ها زیاد هستن. بفرمایید شما روی خط هستین بیننده عزیز. بلی بله بفرمایید شما روی خط هستین. بله سلام علیکم خدمت شما، مهمان محترم شما، سوال داشتم اگر بفرمایید. سوالی بود که ما از روابط روسیه با طالبان خبر داریم و اخطار خرد روسیه در قبال دست گرفتنشان از افغانستان، ولی سوال مشخص ما راجع به گروه شمال یا نوردن لاینز یا جمعیت اسلامی است که مشخص نیست آیا اینا واقعا با روسیه ارتباط دارن، اگر دارن به چی منوال و داشتن، یا امی شاید بیاد بسیار رایج است در مدبات افغانستان مردم بعضی از اقشار به حساب این را اگر محترمات توضیح بتن که واقعا نوردن لاینز یا جمعیت اسلامی با روسا ارتباط دارن یا داشتن یا خیر. تشکر. تشکر. آقای آریانفر شما میتونین توضیح بتن؟ البته بسیار اظهارات بسیار جالب آقای حقیقتا شنیدیم که از دست اول و از قمار آوردن و طبعا این در راستای دیپلماسی مردمی است. یعنی متاسفانه دولت ما چی در عرصه دیپلماسی خارجی و چی در داخلی یک سلسله کاستی ها داره. مثلا آنچه و مردم بالاخره به تنگ رسیدن، طوری که جناب آقای حقیقت دوست عزیز ما اظهار داشتن که بالاخره مردم خودشان ابتکار عمل در دست گرفتن. آنچه مربوط به فرمات خارجی میشه، طبعا دولت افغانستان باید از تمام جناهای زیردخل و کشورهای منطقه دعوت میکرد که در پروسه صلح روی یک مکانیزم مشخص اینا سهم داده شوند و مشارکت بگیرن، و ولی متاسفانه که چون از ایران و کشورهای آسیای میانه و روسیه در این پروسه دعوت نشده بود و توجه دولت افغانستان به طرف یک جانبه و پاکستان و کشورهای عربی بود و قسما هم ترکیه، یک مقدار آزردگی ها را در این کشورها به بار آورد و اونا چون حراس دارن از آینده افغانستان و از امنیت خود یک سلسله ابتکارات روی دست گرفتن که بدون افغانستان اینا با پاکستان و چین از یک طرف داخل مذاکره شدن و با خود طالبا هم تماس های را برقرار بسازن. خب و از طرف دیگه من خودم تقریبا یک ماه پیش در کنفرانس در مسکو حضور داشتم و اونجا از زبان یکی از کارشناسان رسمی روسیه من شنیدم که روسیه در صدد از این نیست که از گروه خاص در افغانستان حمایت کنه، بلکه ما به خاطر ارز امنیت خود در آسیای میانه در چارچوب فیصله که در نشست اخیر سازمان همکاری های یا به حساب دفاع امنیت دست جمعی که در اونجا روسیه و چین و بعضی کشورهای آسیای میانه رو حضور دارن به شمول ارمنستان، ما ناگزیر هستیم که یک سلسله فعالیت های دیپلماتیک آغاز کنیم و ابتکارات را در دست بگیریم و مستقیما چینل های را با خود طالبا باز کنیم و همچنان با سایر جناهای دیگه دولت از جمله نیروهایی که در شمال افغانستان متمرکز هستند و به دلایل مختلف آزردگی های از دولت مرکزی دارن، به خاطر از اینکه ما یک زمینی صلح و ثبات در افغانستان فراهم کرده باشیم و بتونیم با دیدگاه های جوانب مختلف ما آشنایی پیدا کنیم و همچنان طوری که شنیدیم ایرانی ها هم در اواخر از گروهی از طالبان یکی از کنفرانس ها دعوت کردن و سفیر ایران در کابل اعلام داشت که ما با طالبان تماس داریم ولی روابط نه، یعنی بین تماس و رابطه باید تفکیق قائل شویم و ما هم حق داریم که همونطور که دولت افغانستان از کشورهای دیگه تقاضا کرده که در پروسه صلح با طالبان سهم بگیرن، ما هم باید به نوع مشارکت داشته باشیم. البته ما این کاستی دیپلماسی افغانستان میدانم که چرا از دو کشور مهم همسایه ما مثل ایران و کشورهای آسیای میانه و روسیه و حتی چین تا یک اندازه کمتر دعوت نکردند که در این پروسه سهم بگیره و این را به شکل یک جاده یک طرفه در آوردن و اونا را در یک موضع انفعالی قرار دادن. البته من خودم شخصا به این باور هستم که هیچ کشور نباید بدون هماهنگی با دولت افغانستان همچه ابتکار را به دست بگیره، ولی زهر تشکر آقای رنفر باعث شده که از یک طرف به طوری که دوست عزیز ما آقای حقیقت فرمودن مردم خودشان ابتکار را به دست بگیرن و از طریق دیپلماسی مردمی پروسه صلح را به یک
تکانه بیندازن و به یک پویایی و تحرک بندازن و از طرف دیگر کشورهای همسایه هم دیگر نمیتونن منتظر هر گراسه جمهوری و قصر سپیدار و کاخ استور وزارت خارجه بنشینن و منتظر باشند که این چانزمی های صلح که از سالها به این طرف و زیر رهبری شورای نامنهاد صلح برای افتیده و هیچ دستاورده نداشته دیگه ای افغانستان بحرانش و یک بحران مزمن و خونجکان و به اصطلاح خطرناک تشکر آقای مبدل بسوز و این خاطر ابتکارات چی از خارج و از داخل شروع شده به نظر ما به نظر من که باید دولت افغانستان یک دیپلماسی فعال چی در عرصه بین المللی و چی در عرصه مذاکرات بین الافغانی در دست بگیرن که دریچه های به طرف یافتن یک راه حل پیدا شود. یعنی ما خودم به این نتیجه تشکر رسیدیم که دولت افغانستان تا کنون کاملا چه در عرصه سیاست خارجی و منطقه‌ای و چه در داخلی ناکام بوده. بنابراین باید یک بازنگری صورت بگیره و هم فرمات وسیع‌تر بسازن و کشورهای مختلف را که در منطقه حضور دارن و در قضایا دخل هستن در این پروسه ازشان خواهش شوه که نه اینکه اعلامیه صادر شوه که دو کشور حق ندارن و کشورهای دیگه حق دارن. همچی چیزه تشکر. از نظر من درست تشکر درست. آقای آرنفر یک آگاهی داریم با بیندای عزیز. کابل، کابل نام پر افتخار و ماندگار در تاریخ سرزمین آبایی ما افغانستان. هموطنان عزیز، رستوران کابل در قلب شهر زیبای هامبورگ همروزه با سرویس غذاهای لذیذ و متنوع افغانی به شکل بوفت با کارکنان مجرب از شما با گرمی و با فضای افغانی پذیرایی می کنند. همچنان کابل رستورانت هر نوع فرمایشات شما را در شهر هامبورگ و هر کشور اروپایی که خواسته باشید با جبین گشاده می پذیرند. آدرس ما اشتایندام شماره 53، شماره تلفن 040-28-00-67-80. بفرمایین اظهارات دارن آقای حقیقت. مخکې چې آریانفر صاحب ډېر ښه تشریحات ورکړله د روسانو دا اوس دستاندازي خصوصا په افغانستان کې د طالبانو په وجه باندې دا موضوع د ډېره وخت څخه زه ما لکه کوم درمخې درته تقریبا څلور کاله مخکې طالبان یو ډله د خپل ځان څخه جلا کړله. خپله دا د ملما دمر ډله پر دوه تقسیم شوله چې دا یو طرف یې ډیر ضعیف و دا طرف ایران او روسانو واخستی چې اسلحه روسانو ورته شروع کړله په نامه د ملا محمد رسول. اوس فعلاً په اوزی جنوبي غرب کې د افغانستان یو فعال دي، ډیر سخت فعال دي، خصوصا د هلمند په جنګ کې دوی ډیر فعال په دغه کې وي او شندن په ولسوالۍ په هرات په ولایت کې اصلاحه ده روسان ده خواست خرازی اما اقتصادی پروگرام ده ایران پر غاره بانی دی. خپل بل طرف چه دی؟ بل طرف ده طالبان و پاکستان که ده ملا مدومر داله ده. چه پده اوز کم خپل ده ملا منصور تلی و روسیه تا تلی و روسان ده دی پرزای بین چه یو طرف ده طالبان و ده ملا محمد رسول ده پلاس بل طرف ده بای ده بل طرف چې د پاکستان کې دی هغه ته هم خپل لاس وروشت کوي ځکه چې کومر تاسو په خوانی تاریخ وګور په خوانی ورخه دغه واړو په اصطلاح باندې وګور چې په غرب هغه وخت چې روسان په افغانستان کې غوښته چې د جنگ طولانی کې او د سول پر سول باندې نه راتلل جر اما نن ورځ عین شکل باندې روسان په افغانستان کې د جنگ طولانی کې دوی د سولیت ازریج نه او بل طرف ته امکان لري کده یو طرف سره افغانان په سولې کې راسي بل طرف ته روسان تر هغه وخت به دوی خپل مقاصد نه وي او د امریکا په شپه افغانستان کې د دوی په نظر باندې دوی به د دستاندازي وکړي. تشکر آقای خط. یک بیننده روی خط داریم آقای نصیر از کشور آلمان. بفرمایید نصیر جان. سلام. سلام باشم. بفرمایید. خدمت شما و میهمانان شما و یک سوال بسیار کوتاه خدمت آقای آرنفر داشتم. بله. و این که ما از رهبرهای روسی و افغانی همیشه شنیدیم که این تصمیم آمدن کشور سر به افغانستان یک تصمیم اپراتیفی و عاجل و انفرادی بوده که با
پوستین و گرومیکو و بریژن تصمیم گرفتن و سفر روان کردن و علت چون بود که اگر ما نمی آمدیم امریکا داخل افغانستان می شد. اگر دمیرش نقطه یک روشنی پرد. تشکر. آیا آریان فرشنیدن شما؟ بله خدمت شما تون عرض بکنم که شوروی خود در افغانستان یعنی یک رشته مرافی استراتژیک داشتن و همیشه مسائل افغانستان از زمان دوره امان الله خان به این طرف تحت مراقبت بسیار جدی دارن و شبکه‌های جاسوسی بسیار نیرومند در داخل افغانستان داشتن و از تمام مسائل اینا تحت مراقبتشون بود. یکی آمادگی بالقوه است، یعنی شما ببینید یک گیری که به دست با میشه هیچ وقت انسان کوشش نمی‌کنه که با دندان باز بکنه و یا با شمشیر باز بکنه، درست؟ یعنی شوروی ها در قدم اول اینا میفهمیدن که هر نوع لشکرکشی در محور جنوب به زیان از اونا است و ثبات استراتژیک در جهان برهم میزنن. از این خاطر اینا در داخل نیروهای مسلح افغانستان و همچنان مسئولیت ملی وقت در زمان ظاهرخان و داودخان و اینا اگنتای خود داشتن و همچنان در بین جامعه افغانستان و همچنان در ارتش و نیروهای مسلح افغانستان به ویژه در قوای هوایی صاحب منصب و افسران زیاد بود که روسا داشتن و در واقع یک نوع کنترل اوضاع را در دست داشتن که دولت افغانستان مبادا از خط بی‌طرفی بلغزه و مخصوصا بعد از اینکه پیشنهادهای بسیار جالب از طرف شاه ایران و عربستان در گامل خاص به ظاهرخان شد که موجب سرنگونی ظاهرخان شد و بعد از او بر داودخان هم این پیشنهادها تکرار شد و به این خاطر شوروی ها یعنی تلاش داشتن که هر رقم میشه یک نظام بی‌طرفی را که به نسبه متمایل به شوروی باشه و منافع شوروی در آسیای میانه مورد چالش قرار نده در افغانستان داشته باشه، ولی خب متاسفانه به دلیل حوادثی که روی داد قسما در اثر اشتباهات خود شوروی ها و قسما هم در اثر اشتباهات غرب حوادث به طرف رفت که بس به گونه ناخواسته در افغانستان کودتای هفته سر رو شد و در پای از او حوادث آمد که شوروی ها را وادار ساخت. یعنی شوروی یکی آمادگی بالقوه داشتند در آسیای میانه، تحرکات نظامی از ماها قبل شروع شده بود و باورهای امریکا و ستوارهای امریکایی و دستگاه جاسوسی امریکا که در آسیای میانه بودند و در کشورهای منطقه ای تحرکات زیر نظر داشتند و ظاهرا روسا مانورهای را در اونجا انجام میدادند، ولی از طرف دیگه خود امریکایی‌ها هم به نحو زینف بودند که پای نیروهای شوروی را در افغانستان در یک باتلاق جنگ فرسایشی دراز مدت بکشانند که بهای جنگ و تلفات شوروی ها را چه از نظر نیرو انسانی و چه از نقطه نظر پرستیژ بین المللی شوروی و چه از نقطه نظر نظامی و از دیدگاه های مختلف در یک جنگ فرسایشی به گونه سوهانی تضعیف بسازند. و از این خاطر در اظهارات هم که یک زمان برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر انجام داده بود گفت که ما البته شوروی ها را تشویق نکردیم که در داخل افغانستان لشکرکشی کنند، ولی زمینه را طور فراهم ساختیم که امکان سرازیری نیروهای شوروی را به افغانستان بالا ضریبش بالا ببریم. تشکر آقای از این طرف خود غرب به این کار علاقه داشت و از طرف دیگر روسا هم بالقوه حاضر بودن، ولی تصمیم سیاسی ببینید که تصمیم سیاسی است که اقدام نظامی فرق میکنه. یعنی تصمیم سیاسی بسیار عمومی گرفته شد اما برای اقدام نظامی از پیش عکس اصلا آمادگی ها وجود داشت. تشکر. خب آقای اخت ما چند دقیقه بیشتر نداریم. بله. شما فردا پس فردا دوباره به خیر افغانستان بله. تشریف میبرید. یک موضوعی که البته جدا از صحبت امروز ما هست ولی میخوایم از شما بپرسم و کوتاه هم نظر آقای آریان فر داشته باشم، امی گیت یا قضیه جنرال دوستم است که بسیار سراسری شده و تازه ترین اخبار از نطاق وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم اعلام کرد که امریکا و غرب موضوع را بسیار به جدی تعقیب میکنند و در قبال این موضوع به تفاوت باقی نخواهد ماندن. شما من ایسه نماینده دولت وضع در درون ریاست جمهوری در قبال این مسئله اگر مختصر تشریح کنین، چه پیشرفت هایی واقع شده؟ دولت با چه تصامیم متوسط خواهد شد؟ دا واضح خبر ده چه دولت دی موضوع پا مقابل بانی
ځکه چې دا یو غیر انساني موضوع سخت تدابیر نیولی حتی و دا اوس فعلا تر کومه ځای زه په خبره یم څاروالي په دې پروګرام کې اوس مستقیم ولاړه ده او یو کمیسیون هم د دې کار لپاره دولت نیولی دی چې باید دا موضوع واقعیتونه په دې کې معلوم کړي او باید څه چې لازم وي هغه د قانوني شکل باید دا ونیسي. کوم طرف چې هغه چې دی په کابل کې په اکثریت سفارتخانو ته دوی ورغلي، اکثر سفارتخانو سره دوی ارتباط نیولی دي، د سفیران سره ارتباط نیولی دي، حتی خپل یو اعلامیه خپل د امریکا سفیر هم د افغانستان حکومت ته وکړه چې باید د دغه اعمالو باید مخنیوی وسي او د دې حقایق معلوم سي، ځکه چې په خلکو کې یو 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 ډېر خراب انتباه کړی ده. البته چې خلک ودې ته آماده دي چې باید دا موضوعات باید یو اساسي یو صحیح شکل ونیسي. تشکر. آقای آرنفر، با شناخت که شما از تاریخ دارین، از تاریخ غرب و جهان، شما قضیه را کوتاه چگونه میبینین؟ آیا غرب، ایالات متحده آمریکا در قبال چه بالاخره حرف آخرشان چه خواهد بود؟ خب ببینید، این مسئله یکی جنبه داخلی افغانی داره و یکی جنبه به اصطلاح بین المللی و سیاست خارجی، و آنچه مربوط به جنبه افغانی میشد دو نکته قابل شایان یادآوری است که یکی بحث حقوقی و قضایی است که ادعای یک فرد میتونه که علیه رئیس جمهور هم باشه نظر به قانون اساسی افغانستان و علیه هر کس دیگه باشه و هر کس حق داره که عرض و داد بکنه و عرض و داد از او مورد بررسی سالانوالی قرار بگیره و در زمینه آیات مشخص باید بررسی کنه. ولی خب چون دیگه پای معاون اول ریاست جمهوری در میان است، طبعا باید کمیسیون با صلاحیت فوق‌العاده باشه که همچون مسائل بررسی کنه. ولی خب البته این مورد تنها نیست، یعنی بارها ما دیدیم که مقامات بلندرتبه افغانستان به همچون مسائل شکایت‌های علیه شده و متاسفانه که هیچ نوع رسیدگی صورت نگرفته و اگر یک قضیه استثناء قرار بگیره، خب البته من در زمینه اظهار نظر خاص ندارم. ولی یک چیز به خدمت شما عرض کنم که در مورد یکی شخصیت سیاسی جنرال براشی دوستم به عنوان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان و رهبر یک حزب و رهبر یک قوم است، ولی از طرف دیگر شخصیت شخصی و انفرادی و اخلاقیش است که من نمیفهم که دکتر سیف اشرفانی نظر به یک سلسله ملاحظات ابزاری اینا را به عنوان معاون رئیس جمهوری افغانستان برگزیدن و با توافق ایالات متحده آمریکا آقای دوستم معاون اول رئیس جمهوری ساختن و آله که به یک نحو تاریخ مصرف از نوتیر شده، طبعا چی در داخل و چی در خارج دستای در کار است که آقای دوستم از میدان سیاسی افغانستان بیرون کنند، که شاید این در رابطه با بعض ملاحظات در رابطه با امنیت شمال و آمدن داعش و بعض مسائل دیگه شاید باشد. تشکر آقای. در گذشته با همچه مسائل برخورد بسیار سطحی و بی‌پروا‌گونه صورت گرفته و این اولین بار است که یک مقام بلندپایه دولتی در جمع همچه مسئله پایشه و دادگاه کشاندن و موضوع را چی از خارج و چی داخل بسیار تشکر آقای گرفتن. در گذشته با همچه مسائل با ده ها بار شکایت ها از تشکر آقای انفر آدم های بزرگ شده بود که به او رسیدگی صورت نگرفته بود متاسف. خب البته یک موضوعی بسیار بزرگ است ولی فرصت بسیار کم است. از شما آقای خد بسیار زیاد تشکر، بسیار لطف کردین، تشریف آوردین. امیدوارم که در آینده بتونیم صحبت های بیشتر داشته باشیم، با آقای خطاب داشته باشین برنامه و از تشریف آوری امروز شما بسیار زیاد جهان سپاس میکنم. همچنان از شما آقای آرینفر بسیار زیاد سپاسگزار هستم. از شما سپاسگزار دیگه برای آقای قط سلام های خدا بار دیگه تقدیم میکنم. بسیار خوش شدیم که بعد از سال سال مبارک شما شنیدیم و اطلاعات بسیار جدید و تازه و دست اول و خوب از داخل افغانستان رساندن به گوش هموطنان ما. تشکر. 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 تش